سلام عزیز دلم، اومدم براتون با آموزش این که چطور چروکای پشت چشم رو موقعی سایه زدن بپوشونیم. اولین کاری که میکنم اینه که ببینید کسی که اینجا چروک داره، ببینید من این حالتی نگه هم میدارم چشمم و خیلی از مواقع به خاطر آب نخوردن کسایی که جوون هستن، اگه آب اندازه کافی بنوشن این مشکل برطرف میشه. حالا یا مثلا بر اثر نمیدونم سن و سال هست یا هر چی، اونم الان بهتون میگم که چطور چروکای چشمتون رو بپوشونید. اولین کاری که میکنید اینه که از سایه براق استفاده نکنید. دومین کار اینه که خیلی سایه کم بزنید، یعنی اصلا به طور کل آرایش چشمتون تا جایی که میتونید کم باشه، یعنی از سایه براق و آرایش خیلی زیاد استفاده نکنید یا مژه‌های پر. کنیم اول از ابرو شروع میکنیم که من ابروام درست کردم. ابروام نباید خیلی پررنگ باشه، چون که باعث میشه که خیلی یه حالت سنو بالا ببره و امروز قراره که یارش خیلی ملایم داشته باشیم و نمیخوایم اونقدر غلیظ باشه. تا حالا فکر کردید که چرا اون آرایش پشت چشمتون خوب نمیخوابه پشت چشمتون، یا اینکه پخش میشه، یا اینکه چروکا نشون داده میشه؟ به خاطر اینکه پشت چشمتون تمیز نیست. با اینکه صورتتون تمیزه و حالا هر کاری که کردید، کاری که میکنید باز پشت چشمتون رو تمیز کنید. حالا با یک کلینزر معمولی، من از مایسلر وادر استفاده میکنم، از گارنیر میتونید استفاده کنید و پشت چشمتون رو تمیز کنید. حالا یا با یک گوش باکن و یا با یک پنبه، یه چیز خیلی اینکه ملایم، یعنی اینکه اذیت نکنید، پشتشون رو زیاد محکم فشار ندید. من به خاطر اینکه حالا خیلی میخوام پشت خط چشمم پاک کنم، میام و با گوش باکن تمیزش میکنم. بعد از اینکه چشمتون رو تمیز کردید، حتما از کرم دور چشم استفاده کنید. و کرم دور چشمتون رو بذارید یکم خشک بشه. و بعد از اینکه کرم دور چشمتون رو زدید، حتما از پرایمر سایه استفاده کنید. کسی که پشت پلکشون چروک داره، حتما باید از پرایمر سایه استفاده کنن، چون باعث میشه که یک دست و صاف بشه پشت چشم. این پرایمر مک خیلی مورد علاقمه، یعنی خیلی هم خیلی ها دوستش دارن چون فوق العاده است. شما میتونید با دست بزنید یا با یه دونه براش بزنید. ببینید که چقدر صاف و یک دست در شد. آلیدی ببینید با این یه دونه، وقتی که یک دست شد، حتما باید یکم با پودر بخوابونیش پشت چشمتون، به خاطر اینکه اگه نخوابونید نمیتونید سایه رو راحت بزنید و باز چروکا نشون داده میشه. من این هست، کوچیک اندازه سایز چشمم. بعد یکم این حالت میخوابونمش پشت چشمم. الان مقایسه کنید ببینید که این دوتا چقدر با هم متفاوته، هم رنگ داره و هم که یک دست نیست. حالا با شروع میکنم با یه سایه ساده و مات. من از مک استفاده میکنم، سایش البته براق هم داره ولی خب مات هم زیاد داره، چون که میخوام ساده باشه. یه براش خیلی با این رنگ، حتی با این رنگ ساده یا با این رنگ قهوه‌ای، چون که نمیخوایم زیاد پر رنگ باشه، و میام این حالتی گوشه چشممو این حالتی همینو میام زیر چشمم هم میرم یک کوچولو. کسایی که زیر چشمشون هم چروک داره و واقعا سایه‌شون میریزه، میتونن از پرایمر و این حالت این زیر چشمشون هم استفاده کنن. حالا با یه سایه روشن‌تر، مثلا من اول اینو زدم، حالا اینو میزنم پشت پلکم خیلی کوچولو، کم
و این گوشه اصلا از براق استفاده نکنید اگه چروک داره دور چشمتون. سایه هم که میزنید حتما سعی کنید از پررنگتر شروع کنید و بیایید جلو و حالت کمرنگتر باشه، حالا مات کمرنگ و مات پررنگ کنارش. من در همین حدی تمومش میکنم سایمو. بعد حتما بهتون پیشنهاد میکنم که حتما روی خط چشمتون فوکوس کنید، یعنی اینکه حتما خط چشم بکشید، به خاطر اینکه احتیاجی نیست که چیز خیلی بزرگ باشه، خط چشم خیلی کلاسیک معمولی باشه، به خاطر اینکه باعث میشه بیشتر تمرکز بیاد روی خط چشم و چروکا نشون داده نشه. در همین حد هم خط چشمم رو میکشم. بعد حتما فرموژه هم بزنید و سعی کنید از موژه استفاده نکنید و سعی کنید که ریمل هم که میزنید تای موژه هاتون رو بیشتر بزنید. این ریمل منم میبلین هستش، از کنید تا نوک موژه هاتون، دو تا سه مرتبه هم بزنید. و کار آخری که میکنید حتما از این مداد روشن، بیشتر بیج باشه بهتره. من مدادم مورفی هستش، توی چشمتون هم با رنگ روشن بکشید که چشمتون بازتر و درشت‌تر نشون داده بشه. من اون یه چشمم هم آرایش کردم و برگشتم. لطفا لایک کنید، کامنت بذارید، نظرتون رو بهم بگید. ممنونم از همراهیتون. لطفا سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.